بسم الله الرحمن الرحیم. تصورات اشتباهی در انتخاب همسر وجود داره، از جمله آنها انتخاب از روی ظواهر است. یعنی ما اگر از ظاهر و زیبایی کسی خوشمون اومد، در یکی عرض یکی دو دقیقه عاشق شدیم، این ظاهر و زیبایی اصله، اما باید در کنار بقیه معیارها قرار بگیره، فقط به خاطر ظاهر نباشه. هرچند که ذات انسان زیبا پسنده، شما هر روز میگید ربنا آتنا فی دنیا حسنه، خدایا در دنیا خوشرویان و زیبارویان را نصیب من بکن، اما در کنار شخصیت های دیگه، در کنار فاکتورهای دیگه این باید قرار بگیره. مورد بعدی در بحث اشتباه انتخاب همسر، احساس تنهایی. چون کسی تحویلش نگرفته رفته ازدواج کرده، چون پدر تحویلش نگرفته اونو ندیده، چون مادر خواهر برادر ایشونو ندیدن رفته ازدواج کرده، این ازدواج از روی تنهایی چون دیگر ملاک ها و معیار ها رو نداره، میتونه منجر به فاجعه و نهایت آخرش طلاق بشه، یعنی دوام نخواهد داشت. مورد بعدی در بحث اشتباه انتخاب همسر، ما از روی اشتباه انتخاب میکنیم، انتخاب از روی قسمت باشه. این حرف پیرزن هاست که میگن دخترم یا پسرم قسمتت فلانیه. قسمتی وجود نداره، ما انتخابگریم. خداوند عقل داده که از روی همه اون موارد حساب بکنیم، از روی عقل تصمیم بگیریم. ما قسمتی وجود ندارد، ما انتخابگریم، انتخاب وجود داره. مورد بعدی که در بحث تصور اشتباهی در بحث انتخاب همسر، انتخابات هیجانی و عاطفیه. رفتید پارک قدم بزنید، از آقا پسر یا دختر خانم خوشتون اومده، این نمیتواند ملاک برای ازدواجتون باشه، هیجانیه. این ازدواج پفکیه. شما بگید تو پارکتم خوشم اومد، تو سر کلاستم خوشم اومد، یه لحظه اندامش منو جذبم کرد، این هیجانی و عاطفیه. همکلام شدم، چقدر خوش سخنه. اصلا وقتی میگیم انتخاب هیجانی و عاطفی، یعنی که صرفی که ما با کسی صحبت کردیم، صحبتش به دلمون نشست، چون الان هیچ گونه هزینه برامون نداره، هر عیبی هم داشته باشه ما ایشون رو با اون عیبی میپذیریم، در صورتی که اون ازدواج و اون انتخاب چون از روی هیجان و احساس عاطفه است، نمیتواند دوام داشته باشد. پس انتخاب از روی ظواهر باشد، به خاطر احساس تنهایی باشد، یا انتخاب از روی به تعبیری قسمت باشد، یا انتخاب هیجان و عاطفی باشد، نمیتواند دوام بیشتری داشته باشد. انشاءالله که عاقلانه انتخاب بکنیم تا به مقصد برسیم و خوشبخت باشیم.